برای بررسی نظر وزارت خارجه آمریکا در رابطه با این مبادله. همکارم گیتا آریان از وزارت خارجه با ماست. گیتا، وزارت خارجه آمریکا عکس العملی داشته به این مبادله؟ از صبح که من سوال کردم بالاخره دقایق پیش در واقع آریان جوابشون اومد. اول اینکه خوشحالن از اینکه وندرسیل تونسته برگرده به خونه خودش، به کشورش. بعدم انتقاد کردن از حکمی که جمهوری اسلامی براش صادر کرده بود، 40 سال زندان، 74 ضربه شلاق. و وزارت خارجه گفته که این یک نمونه عملکرد روشن، واضح و نفرت انگیز جمهوری اسلامی از زندانی کردن اتباع خارجی برای اهداف سیاسی خودش هست. البته باز صحبت میکنه از اینکه جمهوری اسلامی سابقه طولانی در این کار داره. این سخنگوی وزارت خارجه که به سوالات من جواب داد گفته که کماکان ایران داره حقوق بشر در اون کشور رو، جمهوری اسلامی داره حقوق بشر رو نقض میکنه و اشاره کرده به دستگیری ها، بازداشت ها، محاکمه هایی که میگه ساختگی هست، اعترافات اجباری و اعدام هایی که خیلی سریع، احکام اعدامی که خیلی سریع اجرا میکنند، که خب این برمیگرده به شهروندان ایرانی در رابطه با تظاهراتی که اخیراً انجام دادن و میدن. سخنگو ضمناً گفته که من پرسیده بودم که آیا با توجه به اینکه دو مقام سابق آمریکا که رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و یکی از مشاورین سابق رئیس جمهوری سابق آمریکا دونالد ترامپ بوده، آیا آمریکا هیچ درخواست استرداد اسدی رو از بلژیک کرده بوده یا نه، که به طور کل میگه اصلا در رابطه با استرداد آمریکا هیچ صحبت نمیکنه. بنابراین ما نمیدونیم این کارو کرده بوده یا نه. قرار بود اون دو نفر اونجا تو اون سخنرانی باشن و در ادامه هم گفته که هیچ اشتباه اینجا تو ذهن کسی نباشه که آمریکا از اتباع خودش حفاظت میکنه، دفاع میکنه و کماکان با همراهی متحدین و شرکا ما سعی میکنیم جلوی اقدامات مخرب و خطرات ناشی از روی جمهوری اسلامی بیستیم. آریان، که تو سوال بعدی که پیش میاد اینه که این اتفاق آیا تأثیری میتونه بر وضعیت ایرانیان آمریکایی که در ایران زندان هستن، عماد شرقی و سیامک نمازی داشته باشه؟ بعید میرسه آریان، ولی من در این رابطه هم سوال کردم که خب ممکنه با توجه به اینکه حتی به خاطر دارید که یک تعدادی فرانسوی هم آزاد شدن، اخیراً جمهوری اسلامی داره یک سری از این اقدامات داره میکنه، شاید بعداً نوبت آمریکایی‌ها باشه، که صرفاً به این اکتفا کرد سخنگو که آمریکا هر جا یک تبعه آمریکایی باشه، حالا میخواد چه فقط تبعه صرف آمریکا باشه، چه دو تابعیتی زندان باشه در هر کشوری، دنبال آزادی اون خواهد بود و اسم برده از سیامک نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی و گفته که تا اینها آزاد نشن دست از تلاش بر نمیداره. و اما بیشتر از اینم راجع به این مسئله اطلاعات نمیده، برای اینکه موضوع حساسه و نمیخواد باعث ناراحتی بعد سوء برداشت بشه ازش، که بعدن شاید یه وقت باعث تأسف کسی بشه. آریان،